قانون سوم، میل به دگرگونی. اکنون می دانم آن روز روی زمین دستشویی چه اتفاقی افتاد. آن را دگرگونی آگاهی می نامند. بهای این دگرگونی ترک خوردن خودی بود که می شناختم. برای چند لحظه از دردهای عاطفی بدنم و پریشانی ذهن دیوانه ام رهایی یافتم و به جایی رفتم که سراسر عشق، ادراک، سکوت، امنیت و آرامش بود. من وارد سرزمینی مقدس شدم که آگاهی الهی ساکن بود. تنها در عرض چند دقیقه تونستم در رو به روی منزل درونم که قدرت تغییر و هدایت دوباره همه زندگیم دستش بود بکشایم. این دگرگونی میتونه در هر لحظه برای ما اتفاق بیفته. فقط کافیه از صحنه نمایشنامه غم‌انگیز خودمون بیرون بیایم و با منبع الهی درونمون متصل بشیم. همه ما این نیایش رو شنیدیم که بخواه تا اجابت کند تو را. این جمله حقیقت داره. خواستن و تمنای ماست که در را برای عشق و هدایت به تجلی برترمان می گشاید. تمایل ما به استفاده دادن از مقام مدیریت دنیا و کائنات و اقرار به اینکه دانایی کل نیستیم ما را از خلسه راکد باورهای فردی و خاص خود بیرون می کشد. هنگامی که تونستیم این حقیقت رو بپذیریم و اقرار بکنیم که به تنهایی نمیتونیم از عهده اون بر بیایم، زوایای فروتر وجودمون آرام میگیره. و در رو به روی افقهای متعالی باز میکنه. اینجاست که دگرگونی اتفاق میفته. برای این دگرگونی میتونید راه دشوار تنهایی رو انتخاب بکنید و یگانه راهنما و راهبر خود باشید و همچنین میتونید خودتون رو تسلیم اراده برتر کرده و به وحدانیت بزرگتری بسپارید. در صورتی که راه دوم رو انتخاب بکنید، باید درهای قلب خودتون رو صبورانه باز نگه دارید، چرا که خداوند دعوت شما رو صبورانه پاسخ خواهد داد. هنگامی که آگاهی الهی سرانجام به قلبتون وارد میشه، دگرگونی رخ میده و شما با عشقی غیر قابل تصور احاطه خواهید شد. عشقی که روح و جانتان را در هم میآمیزد و آنها دوباره یکی میشن. هنگامی که برای ورود خداوند جایی درون قلب خودتون باز میکنید، حقیقتی بزرگتر و روح افزاتر از آنچه همکنون باهاش زندگی میکنید خواهید یافت. خدایی که من ازش صحبت میکنم قادری متعال خارج از بدن شما نیست، بلکه نیروی عالمگیر در عمق وجودتونه که میتپه و شما رو به هر آنچه هست و خواهد بود متصل میکنه. از خدایی دارم حرف میزنم که خلاق، قدرتمند و خردمنده. قدرتی که گاهی او را روح، گاهی عشق، گاهی آگاهی مطلق و گاهی نیز ذات مقدس صدا میکنیم. او رو به نامهای بسیار میخوانند و هزاران راه نیز برای اتصال مجدد ما با آن حضور بیشاعبه درونمون وجود داره. این قدرت میتونه نور درونتون رو شعله‌ور بکنه، اما شما نیز باید فروتنانه از قالب محدود و قدیمیتون بیرون بیاید و اشتیاق خودتون برای شناخت اون قدرت لایزال رو نشون بدید. برای شناخت گوهر مقدس وجودتون باید پیله خودتون رو بشکافید و بخواید نابترین و متجلی ترین مظهر وجودتون رو کشف بکنید. باید بخشی از وجودتون رو که فراتر از محدودیت‌ها، باورها، ترس‌ها و تردیدها، بی‌اعتمادی‌ها و ذهن انتقادگر شماست، به تماشا بنشینید. خداوند حضور پرتمطراقیه که وجود داره. شما میتونید اون رو چون نبض درون رگ‌هاتون حس بکنید. میتونید اون رو همچون عشق در قلبتون و رضایت در اعماق وجودتون حس بکنید. هنگامی که غرق این حضور الهی بشید، دیگه هیچ چیز نمیخواید، چون همه چیز دارید. با زدودن غبار گذشته از آگاهیتون، قلب خودتون رو بیش از پیش بر روی خرد بیکران و وحدت الهی خواهید گشود. امت فاکس، نویسنده پیشگو و کشیش قرن 21، میگه این حالت ذهن تنها چیزیه که ارزش مالکیت داره، چرا که هر کس اون رو داره همه چیز داره و هر کس اون رو نداره هیچ چیزی نداره. هدف غایی پاکسازی آگاهی رسیدن به این مرحله هست. وقتی در این حالت برتر وجود قرار دارید، میدونید با عشقی عمیق حمایت و هدایت میشید. وقتی خداوند حضور داره، ایمان دارید که میتونید زخمها، رنجها و دردهاتون رو مرهم بذارید. ایمان دارید با قدرت ذاتی خود و درکی والاتر
میتونید احساسات منفی و مشکلات زندگی رو از میان بردارید. آن هنگام که با خالق جهان یکی میشید، با جوهر مقدس وجودتون و عمیق‌ترین تمنای روحتون هماهنگ میشید، هدیه‌ای به شما ارزانی میشه که قدم به دنیای ناشناخته ها بگذارید و بدونید بخشی از بازی بزرگتری هستید. هنگامی که خودتون رو به اون قدرت لایتناهی بسپارید و بخواهید ندانید، نفهمید، پیشبینی نکنید، نگران امور نباشید، نخواهید همه چیز آنطور که فکر میکنید پیش برود و در یک کلام نخواهید نمایشنامه نویس، کارگردان، هنرپیشه یا صحنه آرای بازی زندگی باشید، آنگاه هست که معجزه رخ خواهد داد. زندگی فقط وقتی شما رو غافلگیر میکنه که بخواید غافلگیر بشید. وقتی که صبح چشماتون رو باز میکنید، بخواید روزی متفاوت رو تجربه بکنید. روزی که مثل دیروز نباشه، مثل هیچ روز دیگه ای نباشه. روزی که مثل همیشه رفتار نکنید، مثل همیشه فکر نکنید، انتظارات همیشگی رو نداشته باشید. روزی که با اعجاز آگاهی خودتون غافلگیر میشید، با تمنای عمیق وجودتون برای بخشیدن و عشق ورزیدن، با پذیرفتن مسئولیت برای گذشته و آینده خود و نیز با میل عمیق به زیستن در امروز و نه در خیال فردایی که نیومده غافلگیر میشید. هنگامی که با آنچه آماده اید ببخشید و آنچه میخواهید به دست آورید غافلگیر شوید، معجزه معجزات یعنی تولد دوباره روح رو تجربه خواهید کرد. این اتفاق میتونه بیش از یک بار رخ بده، حتی میتونه هر روز اتفاق بیفته، به این شرط که از وسوسه های نفس رهایی یابید و وسواس های خودتون رو کنار بگذارید. برای آنکه معجزه رخ دهد، باید موضع حق به جانب و باورهای محدود کننده خودتون رو کنار بگذارید و آنچه را باور دارید حقیقت زندگی شماست به چالش بکشید. پاکسازی آگاهی به شما در این راه کمک میکنه. با همراه کردن نفس خیش در این سفر و ارتباط با آن به شکلی جدید و تازه در این 21 روز، شاید بتوان انان اختیار را ازش بگیرید و شاهد تجلی حقایق زیبا و شگفت آور باشید. به این ترتیب پاکسازی آگاهی فراخوانی مقدس خواهد بود از تمام نیروهای پیدا و پنهان برای هدایت و حمایت شما در راه تحقق معجزات.